حالا علم فراروانشناسی جدید به ما بیشتر میگه در مورد اینا چیه؟ علم روانشناسی جدید به ما میگه که فرکانس های دیگری هستند که ما از اونجایی که نمیدونیم اینها کی هستن و چی هستن بهشون میگیم انتیتی. یک سری از عکاس های روز با دوربین های مخصوص که البته از چندین سال پیش تقریبا این قضیه اتفاق افتاده، با دوربین های بسیار مخصوصی از این انرژی ها موفق شدن عکس بگیرن. اگر تعریفم نباشه، بنده هم یه سری عکس های خیلی عجیب و غریبی گرفتم که من وقتی به پدرم نشون دادم این عکس ها رو، پدر من موی بر تنش راست شد و گفت آقا اصلا خیلی دیگه حالش بد شد. این عکس ها رو برای چند نفر از دوستان فرستادم، حالا اونایی که دوست دارم این عکس ها رو انشالله پیدا بکنم براتون بذارم روی استوری ببینم نظر شما چیه، که آیا این عکس هایی که من گرفتم واقعا این انتیتی ها هستن که شکل دارن، یا شاید شما هم بگید نه داستان مثل فال قهوه است و هر کسی هر چیزی میتونه ببینه، مثل تست رورشاخ یا ابری که داره حرکت میکنه و شما اون ابر رو میبینین، این ابر میتونه شبیه یک رستم باشه، شبیه سهراب باشه، میتونه یک زن جذاب و دلربا با یک هیکل مثل ونوس باشه، میتونه یه دونه هر کسی از زن خودشو دیار من بشه دیگه. ولی عکسایی که من گرفتم، چند تا از این عکس‌ها واقعا نشون دهنده اینه که اینها موجوداتی هستن که دارن به چشتو نگاه میکنن. من اینا رو دارم و دوست دارم حالا یک داستانی هم در مورد این قضیه داشته باشم و براتون بذارم و نظر شما رو هم در مورد این قضیه بدونم. از اونجایی که برای بعضی از بچه‌ها وقتی این عکس‌ها رو برای بعضی از دوستام که خانم بودن آقا بودن گذاشتم، ترسیدن، گفتن نذار، ما نمی‌خوایم ببینیم اون چیزا و مرض داریم اگه فکر ما رو درگیر می‌کنی و اینجور حرفا. پس من دیگه نمیتونم به عنوان یک روانشناس الان بیام این قضیه رو رد بکنم و بگم که وجود نداره. میتواند انتیتی هایی باشه که گفتیم عکاسای روز از نعکس میگیرن. اما اینا بیشتر کجا پیداشون میشه؟ چیزی که این عکاسای روز گفتن از پیدا کردن انتیتی ها بیشتر در جاهایی که میخانه است، بیشتر در روسپیخانه ها، بیشتر در جاهایی که داره انرژی منفی رد و بدل میشه، بیشتر در جاهایی که دعوا میشه، بیشتر در جاهایی که داره کار خیلی بدی صورت میگیره یا کار غیر انسانی داره صورت میگیره. حالا اونایی که شاید الان موافق نسبیت یا نسبی بودن اخلاقیات باشن بیان اینجا بگن آقا هیچی اصلا بد نیستش، همه چی نسبیه و اینا، ما کار به اونا نداریم، داریم کلی میگیم چیزی که دیدن. باور بر این بوده در دوران باستان در شمنان آمریکای جنوبی و همچنین در شمنان سیبری و همچنین در ایران باستان ما که تمام این انتیتی ها سراغ کسانی میرن که خلل و فرجی رو در چاکراهای خودشون دارن، یا سیستم ایمنی انرژی که اونا یا حاله روحانی اونا دچار مشکله. ما میدونیم یک بدن انرژیک داریم، غیر از این بدن فیزیکی که اینجا داریم دور ما یک بدن انرژیکی هستش و ما یک بدن هیئت انرژیک هم دوربرمون داریم. تا حالا شده یک کسی که ازش خیلی بدتون میاد بهتون نزدیک بشه، هنوز به شما دست نزده، شما احساس میکنید که این اصلا باهاتون برخورد نکنه بهتره، یا یک کسی خیلی دوستش دارین حالاتون توی هم میره و در واقع دوست دارین که در آغوشش بگیرین، این حاله و انرژی که دور بر ما هست یک بدن اضافی و یک کوشا به قول یوگی ها یک کوشا یا یک کالبد دیگری هستش که در دور بر بدن ما هستش. سلام خانم مریم خانم، خیلی خوشبختم، چشم چشم، حتما سیف میکنم انشالله. پس ما فقط این هیئت فیزیکالمون نیستیم، فقط ما این بدنمون نیستیم، موجودات غیر ارگانیک از نظر شمنها و از نظر کسانی که به انتیتی ها اعتقاد دارند حمله میکنن به کسانی که حاله اونها و هیئت انرژی که اونها دارای خلل و فرجی هستش و میتونن توی اونها نفوذ کنن. اونها به علت نداشتن فیزیک و جسم، من به عنوان محقق دارم صحبت میکنم، فردا کسی باز نیاد زیر پستا از بچه هایی که الان توی یوتیوب میان یا دوستانی که دارن این کلیپ های ما رو با دقت نگاه میکنن ببینن ما یه دفعه چیز خارج از عرف نگیم، من به عنوان یک محقق دارم صحبت میکنم، خود با خودتون هستش که بخواین قبول بکنین یا نکنین. من چیزی رو نه به شما در واقع میگم که قبول بکنی به زور، نمیگم هیچ قدرت خاصی دارم ندارم، نه، چیزی که من به عنوان یک روانشناس دیدم تا حالا دارم اونا رو میگم. میتونین قبول بکنین، میتونین قبول نکنین، میتونین خورده بگیرین، چون اما اصلا نظرات من میبینم دیگه، آقا زدی، خودت زدی، مستی، قاطی داری، خیلی حرفا میزنن دیگه، این چیزا رو میگن و متهم میکنن آدمو به یه سری حرفا و چیزا که آدم واقعا نمیدونه تو این هولوش چه چیزایی بگه و چه چیزایی نگه، میترسه از گفتن یه سری از داستانا که اصلا شر نشه خدا نکرده یه دفعه یه چیزی از دهن آدم نیاد که بر بخوره به یه چیز مثلا مسئله حالا خاصی. اینو که واقعا به عنوان محقق دارم میگم، مثل این
که مجریای تلویزیون در واقع ماهواره‌ای که میگن آقا نظرات بنده شخصی هستم و به فلان کانال کاری نداره، نظرات من به عنوان محقق ربطی به عقیده خودم نداره، برین که تو کتابا بخونین نوشته شده، خودتونم چاپ کردین. یکی از کتابایی که الان شما میتونین بخونین کتابی هست به نام مرشدی از عالم غیب، و این کتاب مرشدی از عالم غیب ما در واقع خلاصه کتابای آقای دونخوان و کارلوس کاسانده هستش، و در بخش آخرش بسیار بسیار زیبا اشاراتی رو کرده به باورهای ایران باستان و کشورهای دیگه در مورد وجود در واقع موجودات غیر ارگانیک، اونی که ما بهشون میگیم جن، حالا این کلمه رو نبریم که باز بعضیا نگن که موجودات غیر ارگانیک و فرکانس ها و رادیویی که این در دور بر ما هستن. چه خوشگل شد الان. خب پس اینجا اینها نفوذ میکنن و وقتی چون بدن ندارن از بدن ما لذت میبرن. بچه یه بار که شما سونا برین، انشالله این کرونا از بین بره دوباره بتونیم همه یه جکوزی بریم و یه سونای بریم، وقتی تو آب گرم میروید و از آب گرم میایین بیرون و یه شیرجه تو آب سرد میزنید، تازه قدر میفهمید که این خداوند یا این کیهان یا عالم هستی چقدر بدن لذت بخش رو به ما داده و این تجربه که ما با بدنمون میکنیم چقدر لذت بخشه. وقتی به ما معشوقمون هم بستر بشیم به عنوان یک انسان چه لذتی رو از این میبریم، وقتی ما یه غذای خوشمزه‌ای رو میخوریم چه لذتی این بده. پس این بدن یه موهبته، بدن ما وقتی عطری رو استشمام میکنیم چه لذتی میبریم. این بدنی که کیهان به ما داده، عالم هستی به ما داده، لذت بخشه. اما انتیتی ها این بدن رو ندارند و از اونجایی که دارای این بدن نیستن، به خاطر اینکه از این بدن بهره مند بشن و لذت ببرن، مثل انگل میاد داخل ما. این ویروس چطور ویروس میاد داخل ما؟ گرچه ویروس هم روح داره، ویروس هم شعور داره، ویروس هم هدف و برنامه ریزی شده است، و تو نمیتونی بگی اینو ویروس روح نداره، هم روح ایندیویدوال یا تکی و شخصی داره اون ویروس، هم یک روح در واقع کلکتیو یا جمعی داره. الان کرونا که کلش رو جمع کنی چند گرم نمیشه، یک هدف جمعی داره، داره کارش انجام میده، یک روح داره. وقتی کلاغا دارن توی آسمون پرواز میکنن، همه با هم دیگه میبینی یه نفر نوک، همه از دور نگاه میکنه، انگار همشون یک موجود زنده با هم. ماهیا که دارن توی آب میرن، ماهیا سیاه کوچولو که همه با هم میرن یه ور، همه با هم میان اونور، اینا انگار همشون یک روحن، یک بدنن. ما آدما هم هممون همینجوری هستیم، اون موجودات هم همینجوری هستن. روح در همه جا وجود داره، جدای از این جسمی که ما داریم، چیز دیگری است که داره مغز من رو میبره جلو. مغز نیست، اون پستی که من در مورد مغز گذاشتم حتما ببینید بچه‌ها، در مورد یوگا که همه چیز رو ما مغز بدونیم و همه چیز اعصاب بدونیم و واکنش‌های شیمیایی، نه، ما خیلی وراتر از واکنش‌های شیمیایی هستیم، ما خیلی وراتر از مغزمون هستیم، ما وراتر از هورمونامون هستیم. اینها در خدمت ما هستند، ما فیزیکمون نیستیم. این شعور من و این روح من و این حاله یا این انرژی که خداوند به من داده، کیهان به من داده، این موهبت جسم رو در این دنیا داره، ولی اون موجودات غیر ارگانیک به عقیده شمنها و به عقیده اونها این در واقع موهبت رو ندارن. پس میان چیکار میکنن؟ میان تو بدنتون. اینجاست که شکم بارگی اتفاق میفته، پرخوری های عجیب، یا زنبارگی، دنبال مرد بارگی برای خانم ها، زنبارگی برای آقایون، سکس های متعدد، لذت های جنسی عجیب و غریب، کارهای عجیب و غریب. تمام این اشخاصی که شما میبینید در فیلم های پورنوگرافی بازی میکنن، بدون استثنا همشون دچار علائم در واقع اسکیزوفرنیک، حالا از قول دانشمندا هستن، و علائم و همشون مشکل فک و وربال دارن. اکثرشون رو وقتی برای مصاحبه میارنشون، حالا اونایی که برای درمان میان یا دیگه نیمفومانیک بهشون میگیم، یعنی مانیا گرفتن دیگه از اعمال سکسی که دارن انجام میدن و کاری که میکنن، اکثرشون این در واقع رویاها رو دارن که موجودات دیگری هستن که اونا رو ترغیب میکنن به این کار و این مجاب میشن که این شغل رو انجام بدن. یا متاسفانه کسایی که دچار اختلالات جنسی میشن، پسرایی که دچار اختلال جنسی میشن، دخترایی که دچار اختلال جنسی میشن که نمیدونن زنن یا مردن، یا خیلی از اینها، یکی از نقطه نظرات و نگاه ها این هستش که شاید اینها مورد تهاجم موجودات غیر ارگانیک واقع شدن و از بدن اینها داره لذتی تجربه میشه توسط اونها، و موقعی که اینا درمان میشن، حالا از طریق دارو هم اگر درمان بشن، ما بدن مستعد رو برای اون انتیتی ها از بین میبریم و انتیتی ها میرن. اگر بخوایم اینجور نگاه بکنیم، میبینیم درمان میشن. اکثرشون مشکل فک و صحبت کردن، یک نشانه های مشترکی دارن و هزیانه های مشترکی دارن، هلوسینیشن های مشترکی دارن، دیلوژن های مشترکی دارن که شما میتونید کاملا توی اینها مشترک شناسایی بکنید. البته متاسفانه تو مملکت ما اینا رو نمیشه جدا کرد و اینا بین فک و فامیلا و این و اونور هم
همشون هستن تو فامیل. یکی از خوبیه که ما داریم در کشور اروپایی اینه که جای اینا رو جدا میکنه. وقتی شما میری یه جایی ثبت نام بکنی، یه جایی برید میگن آقا شما استریتی، شما بای، شما چی هستی، بنویس که تو چی کاره هستی، ما بدونیم کی میاد تو خونه زندگی ما، کی میاد سر کار ما. ولی ما در جامعه ایرانی به خاطر این خجالت ها و این ماجراها اینا رو نمیشناسیم و اینا به صورت کاگنیتو مخفی وارد میشن و خلاصه کارشون اینه که دیگه میان و انتقال هم میدن به اینون و ما زیاد با اینا برخورد داریم متاسفانه که اکثر اینها شاید انتیتی زده باشن. حالا با شاید داستانی هم را گفتی یه سری از این دوستانی که تو پوز این قضیه رفتن و با این قضیه برای خودشون کسب در واقع جایگاه اجتماعی میکنن که بگن ما نمیدونم فلان حسو داریم فلان حسو نداریم، که واقعا اینجوری هم نیستن و بیشتر تو پوزش هستن، شاید باز دوچار مشکل بشن با ما و باز بیان بگن آقا شما نمیدونی. و نه، ما همین مسائل هورمونیشو میدونیم، میدونیم هرمافراید چی هستش، میدونیم اختلالات جنسی چی هستن، از لحاظ زیست شناسی خوندیم اینا رو. ما داریم در مورد یه چیز ورای این ماجرا صحبت میکنیم. بچه اگه هستین قلبا رو بزنین، نظرتتون رو بدین، من ببینم که هستین که بحث رو ادامه بدیم. یکی از چیزای دیگه که مثلا اختلالات جنسی دیگه که تو این اشخاصی که انتیتی تو بدنشون میاد هستش بهش میگن اروتومانیا. اروتومانیا اینا فکر میکنن که با یک موجودات دیگه ارتباط جنسی دارن، یک ارتباط جنسی مثلا با شاه جنها، ارتباط جنسی دارن مثلا با ملکه جنها، زن دارن مثلا یواشکی شب میاد تو رخت خوابشون و میره. یا مثلا میان میگن به ما، من داشتم کیسی رو که میاد میگه که مثلا من زنی دارم از اون عالم که حسادت میکنه به دوست دخترای من، هر کی بیاد منو کتک میزنه. بعد نشونم میداد پشتش رو به من که چنگای خیلی عجیب و غریبی، مرسی فریسا جان، مرسی ساسی جان، مرسی یوگا ماهاندا، خوش اومدی. فکر کنم شما از مجارستان باشین یا از بلژیک باشید. و پشتش رو به من نشون داد که آره این دختری که با من ارتباط داره و از اجنه هستش و از پریا هستش